خدمت دوستان و یاران عزیز سلام عرض می کنم. امیدوارم که تمرینای گذشته رو انجام داده باشید، نوتهای لا، سی و دو رو آموخته باشیم. امروز از کتاب لویلون، کتاب فرانسوی هست که در ایران خیلی متداول هست، از درس 12 شروع می کنم براتون نواختن و یک تکنیکی رو امروز معرفی می کنم به نام لگاتو. لگاتو تکنیکی هست که با یک آرشه چند نوت نواخته میشه. حالا به ترتیب میریم جلو، خدمتتون عرض می کنم. درس شماره 12 از کتاب لویلون، نوت لا 2 ثانیه، 2 ثانیه سکوت، نوت سی با انگشت 1 2 ثانیه و 2 ثانیه سکوت. شمارش زمان 1 2 3 4، لا سکوت سکوت، سی سکوت سکوت، لا سکوت سکوت، سی سکوت سکوت، 1 2 3 4، 1 2 3. دوباره برگشت به اول، یک دو سه چهار. درس شماره 13 باز هم نوت لا و نوت سی هست. این بار هر نوت معادل با 4 ضرب نواخته میشه. شمارش زمان 1 2 3 4، لا 1 2 3 4، سی 1 2 3 4، لا 2 3 4، سی لا سی. همونجور که میزنید به صدای سازتون دقت بفرمایید، 2 3 4، 1 2 3 4، 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. درس شماره 14 از کتاب لویلون 2 تا درس هست. بار اول نوت لا و نوت سی رو هر کدوم به مدت 2 ثانیه آرشه میکشیم. 2 ثانیه آرشه به سمت راست، 2 ثانیه آرشه به سمت چپ. شمارش ما 1 2 3 4، لا سی 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3. برگشت به اول، 14 رو به صورت لگاتو میزنیم. اون خط هلالی که اینا رو به هم وصل کرده، یعنی یک آرشه 4 ثانیه‌ای در حالی که 2 تا نوت نواخته میشه، نصف آرشه لا و نصف دیگرش سی هست. دقت بفرمایید، یک آرشه 4 ثانیه، 1 2 3 4، لا سی لا سی، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2. برگشت به اول، شمارش زمان 1 2 3 4، 1 2 3 4. درس شماره 15 هم به 2 صورت نواخته میشه. بار اول با نصف آرشه نوت لا و نوت سی رو میزنیم به صورت رفت و برگشت. شمارش 1 2 3 4، لا سی لا سی لا سی لا سی، 1 2 3 4. و با تکرارش بار دوم 4 تا نوت روی هلال کشیده روش، یعنی این 4 تا نوت به صورت لگاتو نواخته میشه. یعنی با یک آرشه شما 4 تا نوت میزنیم، آرشمون به 4 قسمت تقسیم میشه، لا سی لا سی. دقت بفرمایید که کاملا آرشه رو مساوی تقسیم کنیم. شمارش زمان 1 2 3 4، لا سی لا سی لا سی لا سی، 1 2 3 4، 1 2 3 4. دست شماره 14
نوت دو هم به این مجموعه اضافه میشه. ببخشید درس شماره 16. درس شماره 16 3 ثانیه نوت سی هست، 1 ثانیه سکوت، 3 ثانیه نوت دو هست و 1 ثانیه سکوت. در اینجا دو دیز هست، یعنی انگشتمون باز میشه و به اندازه یک انگشت وسطش فاصله ایجاد میشه برای گرفتن نوت دو دیز. پس 3 ثانیه سی، 1 سکوت 1 ثانیه، 3 ثانیه دو دیز و 1 سکوت 1 ثانیه. شماره شما 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3. برگشت به اول. یک دو سه چهار. درس 17 نوت سی و نوت دو دیز هست که هر کدوم به مدت 4 ثانیه نواخته میشه، یعنی انگشت یک و انگشت دو. زمانی که نوت دو رو میگیرید که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، سی رو نباید بلند کنید، سی سر جای خودش قرار میگیره. درس 17 1 2 3 4. سی 2 3 4. دو دیز 3 4. سی 2 3 4. دو دیز. یک دو سه چهار. یک دو. برگشت به اول. یک دو سه چهار. درس 18 از کتاب ویولون دو تا درس هست. بار اول 2 ثانیه سی، 2 ثانیه دو دیز. بار دوم به صورت لگاتو زده میشه. 1 2 3 4. سی دو. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. با تکرارش. حالا به صورت لگاتو، یعنی نصف آرش سی نصف آرش دو دیز. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 19 آخرین درس امروز، یک بار با نصف آرشه نوت سی و دو دیز رو میزنیم به صورت رفت و برگشت، یعنی آرشه راست با آرشه چپ. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. با تکرارش انجام میدیم. بار دوم 4 تا نوت به صورت لگاتو با یک آرشه 4 تا نوت، یعنی آرشمون رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. پس امروز ضمن این که نوت‌های قبلی رو تکرار کردیم که نوت لا، سی و دو بود، نوت‌های لگاتو رو هم یاد گرفتیم که با یک آرشه چند تا نوت میزنیم. مثلا اگر قرار باشه با یک آرشه دو تا نوت بزنیم، آرشمون دقیقا به دو قسمت مساوی تقسیم میشه، نصف آرشه و ادامهش رو میزنیم. دقت بفرمایید که وسط آرشه توقف نداشته باشید، یعنی اینی که دارید میزنید اگر متوقف بشید آرشتون غلطه. ببینید این غلطه، باید امتداد هم حرکت بکنه و دوام داشته باشه، ادامه داشته باشه. 1 2 3 4. 1 2 3 4. یعنی یک آرشه 4 ثانیه‌ای در اصل میزنید. امیدوارم با تمرین و با ممارست بتونید بر سازتون غلبه بکنید و ساز به فرمان شما باشه. تا جلسه آینده شما رو به خدا میسپارم. موفق باشید.